به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری. ای آنانی که در راه حق منی و مایی را از دست داده و دیگر نامی ندارید، بدانید که چون همراه پوپک راهی دیار آخرین منزل هستید، دیگر بازگشتی وجود نخواهد داشت. زیرا هر آن که به این جهان پشت کرده و روی سوی نور می کند، در نظرش جهان مادی رویای سیاهی بیش نیست که در قعر چاهی بی انتها رهایش کرده و به آن هوسی ندارد. پس در این راه سالک جان به اندازه آتش خیش پیش می رود تا به مقصد برسد، و یا اینکه توان باخته در ورطه هولناکی خاکستر شود. دوش رفتم به کوی باد فروش، زاتش عشق دل به جوش و خروش. محفلی نقص دیدم و روشن، میران بزم پیر باد فروش. به ادب پیش رفتم و گفتم ای تو را دل قرارگاه سروش. عاشقم دردمند و حاجتمند، درد من بنگر و به درمان کوش. گفتمش سوخت جانم آبی ده، آتش من فرو نشان از جوش. گفت خندان که هین پیاله بگیر، ستدم گفت هان زیاده منوش. جرعه‌ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و زحمت هوش. ناگهان از صوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش، که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو. در آخرین منزل سیار پوپک که خود را در پرتو نور آینه دیدند، از پیشکار شاه پرسیدند که این مایی و تویی چیست؟ ندایی به گوششان رسید که پیشگاهش چون آفتاب تابان آینه گردان جان است. هر که در این آینه نظر افکند خیش را بیند،
اگر همه جان باشد جان بیند، و اگر همه تن باشد تن بیند. نور نور بیند، سرور سرور بیند. مهر و ماه و کوکب و اختر همه در آینه آن بینند که هستند. و چون شما سیمرغ به درگاه آمدید و به آینه نظر انداختید، سیمرغ دیدید. و اگر 40 یا 50 و یا 60 مرغ بودید، 40 یا 50 و یا 60 مرغ در آینه جان می دیدید. که از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. سپس ندا آمد که هر کس بتواند خود را به اینجا رساند و سر بر درگاه ما به خاک گذارد، همه خود را تواند دید. و شما که بسیار رنج دید و راه بریده اید، تنها می توانید خود را ببینید. چنانکه دیده اید و دیدن کبریای جمال را هیچ کس نتواند. و کجا چشم مور را آن نور است که به ثریا بنگرد و چهره رخشانش را تماشا کند؟ چون شما سیمرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید. ما بسی مرغی بسی اولاتریم، زن که سیمرغ حقیقت گوهریم. محو ما گردید در صد عز و ناز، تا به ما در خویش را یابید باز. سیمرغ هفت وادی بریده محو شدند، غرق شدند و در آفتاب تابان کبریای او فنا گردیدند و همچون ذره به خورشید پیوستند و مانند قطره در دریای معرفتش در غلطیدند و خود دریا شدند. صدها سال گذشت، آنگاه به آن مرغان فنا شده بقا بخشیدند. بعد از مرگ زندگی آمد، از پس نیستی هست شدند. خود از دست دادگان خیشتن را یافتند، رازداران و رازبین شدند. سایه بر عرش برین انداختند و به آن پایگاه رسیدند که خرد در بزرگی آن درمانده است. بعد از آن مرغان فانی را به ناز در فنای کل به خود دادند باز. زنگ اسرار بقا بعد الفنا، آن شناسد کو بود آن را سزا. کرده او را واقف اسرار خیش، داده او را معرفت در کار خیش. باز گردانیده او را خاک را، باز فانی کرده او را چندگاه. نیست شو تا هستیت از وی رسد، تا تو هستی هست در تو کی رسد. مرغان بدین پایه که رسیدند همه فانی شدند. سپس زندگی از سر گرفتند و به مقامی رسیدند که به شهر ننشیند و به زبان در نیاید. و تا کس خود این پایه نیابد، وسوان را نتوان یافت. که این حالیست پدید آمدنی، نتوان آن را به زبان آورد و نه بر کس آموخت. که دست زدن به این رشته آتش ها به جان اندازد، سوزد و افروزد و خاکستر کند. و تا خدا نخواهد این نور به دلی پرتو نیفکند و زبانی را گویا نسازد، که راز حق جز حق بین حق نتواند گفت و آن را که رخصت گفتن دادند جانش را باز گرفتند. از همون بهتر که در بقا و فنا از بی خدان خود یافته و از بی خیشتنان به خیشتن رسیده با افسانه سخنگوییم و دست به دامان قصه بزنیم. چه این راز هرچه روشن‌تر باشد،
باز خود رمزیست ناگشودنی. هر کس به آن حد که خواهد از بوستانان گل تواند چید و از بوی جان پرورش سرمست تواند گردید. پایان این سخن آغاز آن است و آغازش پایان ندارد. پیش از مرگ مردن زندگی تواند بود و زنده به خاک شدن مرگ نتواند آورد. سی مرغ خسته جان چه رنج ها که نبردند، چه بال ها که به آتش نکشیدند، چه توان و تاب ها که در بیقراری ننمودند و چه تب ها که در آن نسوختند. سرانجام به کجا رسیدند؟ با آنجا که چون رسیدند در شگفتی فرو شدند، راز پرسیدند و چون راز پدیدار گشت محو شدند، فنا شدند و به خورشید معرفت پیوستند. سالها بر این بگذشت تا زندگی یافتند، از هست نیست و از نیست هست شدند و خدا را که این سخن در فهم در نگنجد و بر کلام تکیه نزند. آن را که دل است خود دریابد و آن را که چنین اجازت نیست، این نکته روشن نگردد و این پرده به یک سو نیفتد و همچنان در ظلمت نشیند و در تاریکی فرو رود. این خواست اوست، مشیت یگانه بی همتا چنین است. فانی را عمر جاوید بخشد و زنده را در ورطه فنا محو و نابود سازد و چون به بلایش کشد دگر بار تاج بر سرش گذارد و به مسندش نشاند و فروغش را از آسمان بگذراند. دیگر در این نکته سخن کوتاه می کنیم و باز افسانه نقص و شیوا می گوییم. افسون سخن ما را دستیاری جز افسانه نیست. افسانه باز بسته به شاهانی که در آن سوی مرز تاریخ می نشستند و نامی آشکارا ندارند. در این دسته از پادشاهان افسانه ای یکی بود که گفتند 7 کشور به زیر فرمان داشت و لشکری گران آراسته بود. شکوهی داشت که همه را خیره می کرد و بر تاجش یاقوتی بود که به خورشید طعنه می زد. داشتن خسرو یکی عالی وزیر، در بزرگی نکته دان و نکته گیر. آن وزیر پرهنر را یک پسر بود و او را حسن عالم سر به سر. گر به روز آن ماه پیدا آمدی، صد قیامت آشکارا آمدی. چهران زیبا پسر چون آفتاب، تو رش همرنگ و بوگ مشک ناب. سایبان آفتابش مشک بود، آب حیوان بی لبش لب خوش بود. ذره او فتنه مردم شده، در درونش 3 ستاره گم شده. چون ستاره رو نماید در جهان، 30 در اندر ذره چون باشد نهان. هر شکن از طره آن سیم تن، 100 جهان جان را به یک دم صف شکن. خط سبزش سرخی روی جمال، توتی سرچشمه بحر کمال. مشک خامش نقطه جیم جمال، ماضی و مستقبل از وی کرده حال. شرح زیبایی آن زیبا پسر، گرده هم عمری کجا آید به سر. پسر وزیر با این همه زیبایی و دلفریبی، خوش سخن و مجلس آرایی یگانه بود و هر وقت به انجمن می نشست و لب به سخن می گشود، همه را فریفته خود می کرد و
بزرگان شهر همه در این آرزو بودند که در مجلس بزم وزیرزاده سخنسنج جایی داشته باشند. وانگاه که از دو لب در گوهر می افشاند خوش چینی کنند. از قضا امیر را شبی بزمی آراسته بود که وزیرش مهمانداری می کرد و پسر خود را هم به مجلس آورده بود. امیر آن شب فرزند نوجوان وزیر را دید و سخت شیفته کمالش گردید و دلش به تاراج عشق معنوی رفت. امیری به آن فر و بزرگی چنان به عشق معنا دل از دست داد که اگر یک روز پسر وزیر را نمی دید قامتش از غم چون هلال یک شبه کمانی می شد و تب بر پیکرش می نشست و آتش غم بر جانش زبانه می کشید. روز و شب پسر وزیر را به حضور می خواست و با او به صحبت می نشست. دیگر پسر وزیر مونس و همدم امیر شده بود و دیگر ندیمان فرصت نمی یافتند که خود را به امیر رسانند و ساعتی در خدمتش بنشینند و با او گرم سخن شوند. اندک اندک انس امیر به وزیرزاده فزونی گرفت و به آن سرحد رسید که دیگر حتی یک لحظه هم امیر از او جدا نمی توانست زیست. پسر وزیر سراسر روز و شب هم صحبت امیر و در کنارش بود و بدان وقت نیست که امیر به بستر می رفت نوجوان در کنارش می نشست و با او حرف می زد تا به خواب رود. امیر گاه به خاطر پسر وزیر بزم شبانه برپا می کرد و گلرخان را می فرمود که به رقص برخیزند و به رامشگران دستور می داد که زخمه بر چنگ زنند و به نغمه پردازان می گفت که سرودی دلنواز سردهند و خانه را رشک رضوان سازند. اگر یک قدم وزیرزاده از امیر دور می شد امیر بیتابی می کرد و از رفتنش جلوگیری می نمود و نمی گذاشت که از او جدا شود. کار به جایی رسیده بود که دیگر پدر و مادر این نوجوان نیز نمی توانستند پسر خود را ببینند و با او سخن بگویند. روزگاری بر این بگذشت و همه گاه کار امیر و ندیمش بدین منوال بود تا بادی وزیدن گرفت و بر خرمن شکیبای امیر شرر افکند. ندیم شبان روزی امیر خود گرفتار شد و گرفتاری عشقی پرشور گردید. بود در همسایگی شهریار دختری خورشید رخ همچون نگاه. آن پسر شد عاشق دیدار او همچو آتش گرم شد در کار او. پسر وزیر چنان به این زیبا نگار دل بست که قرار و آرامش از دست برفت. لیکن چاره جز بردباری نداشت. از بیم خشم امیر نمی توانست ساعتی با دلدار بنشیند و غم دل با او بگوید. تا شبی که امیر به خواب رفته بود پسر فرصتی به دست آورد به خانه دختر رفت و با او به ساز و سخن نشست. امیر ناگهان از خواب پرید و چون پسر را ندید خشمگین شد و چون هرچه بیشتر جستجو کرد کمتر از گم شده خود خبر یافت خشمش افزون گشت. دشنه‌ای به دست گرفت و همه جا آمد تا به خلوت سرای پسر رسید و او را در کنار گلندام آشوبگری به بعض نشسته دید. سخت برآشفت و گفت من تو را ندیم و همدم خود ساختم. گنجینه‌های لعل و گوهر خود را به تو سپردم. تو را از همه برتر شمردم. اکنون تو مرا که امیری بدین جلال هستم میگذاری و با گدایی بیمایه
و بی مقدار مجلس می پردازی؟ این نادانی و نمک ناشناسی تو را تنها یک کیفر است. باید بگویم سرت از تن جدا سازند و پیکرت را به خون آغشته کنند. سپس امیر دستی به هم کوفت. غلامان بیامدند و به فرمان ایستادند. امیر دستور داد پسر را به ستونی سخت استوار ببستند و آنقدر به چوبش زدند که تن چون نقره خامش نیلگون گردید. آنگاه امیر گفت او را ببرید، پوستش را از سر به در آورید و بر دار مجازاتش بیاویزید. وزیر از حال پسر آگاه شد، نزد دژخیمان رفت و به هر یک گوهری بس گرانبها داد و گفت امیر از سر خشم کمر به کشتن پسر من بسته است. دور نیست که فردا چون خشمش فرو نشیند از کرده پشیمان شود و گردن شما را که چنین با سنگ دلی می خواهید پسر مرا بکشید بیندازد. دژخیمان گفتند سخن به حق گفتی، اما اگر امیر بیاید و او را بردار نبیند خود ما را به دار خواهد کشید. وزیر گفت چاره کار آسان است، همکنون به زندان شهر بروید و آدم کشی را که باید کشته شود بیاورید و به جای پسر من به دار بیاویزید. دژخیمان دستور وزیر را به کار بستند و یکی از کشتنیان را بیاوردند و به جای پسر وزیر بردار کردند. وزیر پسر خود را از معرکه به در برد و برای اینکه امیر دیگر او را نبیند و از این نیرنگ آگاه نشود پسر را از شهر بیرون کرد و در باغی سرسبز و فرح بخش جایش داد. آن شب به روز نشست و چون بامداد شد امیر آنچنان از کرده پشیمان گردید که به ماتم نشست و سوگواری آغاز کرد. دامن چاک زده و نعره و شیون سر داد. این ناله ها و مویه ها آرامش نکرد. کنار دار رفت و از خون کشته خیش که به دارش کشیده بود چهره خیش را گلگون ساخت و بر سر خاک ریخت. ولی باز هم آرام نگرفت. هر لحظه که شیرین زبانی و نکته دانی پسر به یادش می آمد نالش بلندتر می گردید. تا سرانجام لباس امیری از تن بدر کرد، در به روی همه ببست و 40 شب و 40 روز به خلوت نشست و از بام تا شام اشک ریخت و گریه کرد. تا شب 40 ساعتی به خواب رفت و پسر را به خواب دید که اشک می ریزد و در خون نشسته است. پرسید چرا در خون نشسته ای؟ پسر پاسخ داد که آشنایی تو مرا به خون کشید و بیوفایی تو مرا به این روز کشاند. من چه کرده بودم که چنینم زار کشتی و پیکرم بردار زدی؟ برخیز از نزدم برو که از گناه تو نخواهم گذشت و همچنان تا قیامت در خون نشسته خواهم بود تا در روز حشر داد از تو بستانم و از پروردگار عقابت را بخواهم. امیر آسیم سر از خواب پرید و نوحه‌گری آغاز کرد. سر به دیوار کوفت و همچنان که دیوانگان می کنند موی از سر بکند و گریبان پاره کرد. پی در پی می گفت ای یار جانی، آنچه به من میرسد سزای من است. هر کس که معشوق خود را بکشد و خونش را بریزد باید که به چنین روزگار گرفتار آید. ای کاش تو زنده می شدی و خون من می ریختی. من دیگر بی تو زندگی نمی خواهم، بی تو مرگ را خوشتر دارم.
سپس دو دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا جانم را بستان و مرا از این همه درد و رنج برهان. امیر همچنان که دست به آسمان داشت بی خود شد و از هوش رفت. وزیر از حال امیر آگاهی یافت و چون دید که دردش توانسوز شده و اشکش از سر گذشته است، بی خبر از او و به پنهانی به باغ رفت و پسرش را گفت: برخیز نزد امیر برو، که بیش از این اگر از تو جدا بماند خود را تباه خواهد کرد. پسر از باغ بیرون آمد، خود را به خلوتگاه امیر رسانید. نخست پشت پردهی پنهان شد، سپس چون دید امیر بی خود افتاده است از پشت پرده به در آمد. در پیشگاه امیر به خاک افتاد و به زاری زار گریستن گرفت. عشق امیر و پسر وزیر معنوی و آسمانی بود، از ریب و ریا دور بود، رنگ نداشت و به نیرنگ و شهوت آلوده نشده بود و از این رو بود که هر دو دل به هم داده بودند، هر دو هم عشق بودند، هم عاشق و هم معشوق. دلداده دلدار بود و دلدار دلداده بود. دل بر سر دل افتاده بود و جان بر جان نشسته بود. امیر شیدا در غم دوری و جدایی فنا شد، محو گردید و غرقه در خون نشست. اینک پسر وزیر در برابرش نشسته بود، می رفت که از پس مرگ زندگی یابد، خود را که گم کرده بود باز گیرد و پس از بی خویشتن شدن خویشتن خویش را بر تخت نشاند. آری این پسر وزیر بود که در برابر امیر نشسته بود، تیغی به دست داشت و پاره کرباسی به دست دیگر. ماجرای پدر باز گفت و از آن کشتنی که به جای او بردارش کرده بود سخن به میان آورد. آنگاه گفت: من به نعمت همصحبتی امیر خیانت کردم، دامن صحبت از دست دادم، با بیگان دختری به بزم نشستم و امیر را خشمگین ساختم. کیفر من مرد بود، من از مردن در راه امیر خود واهمه ندارم، نمی ترسم و بیم نمی کنم. لیکن پدرم حق نعمت تو را به جای آورد، او تیز بین و نکته دان است، او می دانست که تو پشیمان می شوی و بیتابی می کنی، به شور و سوز می نشینی. پس مرا از چنگال دشخیمان به در آورد و به باغ برد، وگرنه من خود مرگ و فنا در راه دوست را به جان خریدارم. این تیغ با خود آوردم که سرم را از پیکر بیندازی و این کرباس که کفنم کنی. امیر محو شده بود، محو گفته های پسر وزیر شده بود. امیر دیگر فنا شده بود، دیگر از ماتم دلدار به حسرت نشسته بود و از کاری که کرده بود خود حیرت می کرد. یک دم بی خبری او را بدان جا کشانده بود که همنشین نازنین خود را به دشخیم سپرد و گفت به چوبش بزنند، پوست از سرش به در آورند و به دارش کشند. سپس خود در این غم بزرگ تباه شد، به جایی رسید که دروازه فنا بود، بودش در کام نبود، افتاد و هستش نیست شد. آنگاه بقا یافت، زندگی از سر گرفت، در پی نبود بود شد و از پس نیستی هست گردید.
اینک معشوق ناز پرورده او بود که در کنارش نشسته بود و با او سخن می گفت. امیر وقتی پس از آن همه درد و رنج، آن همه شکنجه و عذاب، پسر فضیل را دید و سخنان جان پرورش را شنید، حالتی یافت که مهراب به فریاد آمد. هر دو می گریستند، هر دو خون از دیده می باریدند. امیر به خاک و پسر وزیر به خون نشسته بود. سخت شگفت حالی بود، هر دو یکسان بودند، دویی از میان برخواسته بود، مایی دیگر نبود، منی دیگر نبود، مایی و تویی به خاک افتاده بود، هر دو یکی شده بودند. امیر پسر وزیر بود و پسر وزیر امیر. یک عیان شد، یگانگی نمودار گردید. آن یکی از عدد بیرون است و آن یکی که به شماره در نمی آید پدیدار آمد. امیر از خاک برخاست، دست محبوب را گرفت، شانه به شانه هم گذاردند و همگام و هم قدم به سوی بارگاه امیر رفتند و بر تخت وحدت نشستند. امیر مرد، پس از مرگ زندگی یافت، خود را گم کرد، سپس گم شده خود را یافت، پسر وزیر را یافت، خیشتن خیش را به دست آورد. دیگر کسی نمی داند که ماجرای امیر و پسر وزیر چه شد و به کجا انجامید. هرچه این گفت آن شنید و هرچه آن گفت این شنید. آنچه شنیدنی بود جز کر نشنید و آنچه دیدنی بود جز کور ندید. من کیم آن را که شرح آن دهم، ور دهم آن شهر خط بر جان نهم. نارسیده چون دهم من شرح آن، تن زنم چون ماندم در طرح آن. چون سر یک موی نیست این جایگاه، جز خموشی روی نیست این جایگاه. نیست ممکن آن که یابد یک زمان، جز خموشی جوهر تیغ زبان. گرچه سوسن صد زبان پیش آمده، عاشق خاموشی خیش آمده. این زمان باری سخن کردم تمام، کار باید چند گویم و سلام. و بدینجا کاری که آغاز کرده بودیم پایان می پذیرد و صفحات کتاب منطق الطیر، اثر بزرگ و جاویدان شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری را که گشوده بودیم بر هم می‌گذاریم. از خدای بزرگ توفیق خدمت می‌خواهیم. در پایان سخن به روح پرفتوح مولانا جلال الدین محمد بلخی درود می‌فرستیم و این شعر را که منسوب به دوست حسن ختام می آوریم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری.